منابع رسانه محلی در عراق از افزایش تنش بین ترکیه و عراق بر سر آب دجله و فرات خبر می‌دهند. در همین حال بخش رسانه وزارت منابع آبی عراق با انتشار پستری در صفحه فیسبوک خود از ممانعت ترکیه از رسیدن آب دجله و فرات به عراق حکایت دارد. در زیل این پستر نوشته عراق زندگی می‌خواهد. بعد از انتشار گسترده این پوستر در شبکه‌های اجتماعی عراق مهدی رشید همدانی وزیر منابع آبی عراق دستور حذف این پوستر را از صفحه رسمی وزارت آب صادر کرد و بر ضرورت ادامه گفتگو و مذاکره با کشورهای منبع از طریق دیپلماتیک و بر اساس منافع مشترک تاکید کرد تا حقوق آبی عراق تأمین شود ترکیه به عنوان منشأ اصلی رود دجله و فراد با ساخت صدهای متعدد طی سالهای اخیر به ویژه صد جدید موسوم به الجزیره از میزان قابل توجهی از حجم ورودی آب این دو رود به عراق جلوگیری کرده که فعالان محیط زیست با اظهار نگرانی شدید فاجعه های زیست محیطی گسترده ای را در مناطق اطراف این دو رود پیش بینی می کننده.